مارمولک هم نمیتونه بوجود. لاتپوش لاتپوش بود. پنج شش ماهی که از پیروزی انقلاب گذشت، به جز در یکی دو استان مرزی، بقیه کشور آرامش نسبی پیدا کرد. همین به دولت امکان داد تا دومی ماموریتش، یعنی برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رو با موفقیت انجام بده. مجلسی که قرار بود پیشنویس قانون اساسی رو بررسی کنه تا دولت بتونه اون رو به رأی مردم بذاره. مفتخرم مجلس بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را افتتاح نمایم. مجلس خبرگان تشکیل جلسه داد و بازرگان پیشنویس قانون اساسی را تقدیم کرد. اما باقی ماجرا به خوبی و خوشی پیش نرفت. تغییراتی که در این پیشنویس رخ داد به هیچ وجه مد نظر بازرگان و کابینش نبود. اونا مخالف برخی بندهای جدید، به خصوص ولایت فقیه در قانون اساسی بودند و برای همین برخی اعضای دولت طرح انحلال مجلس خبرگان رو در هیئت دولت مطرح کردند، طرحی که با مخالفت صریح امام به بن‌بست رسید. محترم من از حضور جناب آقای مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت جمهوری اسلامی ایران صدا دارم. گارد احترام و پرچم ملی ایران را بازی فرمایم. توی همین اوضاع و احوال اتفاقاتی هم افتاد که اصلا به نفع بازرگان نبود. مثلا حسن نزی سرپرست شرکت نفت توی همون ماه‌های اول در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان گفته بود مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی را نمیتوانیم در قالب اسلامی بسازیم. همین اظهار نظر نزیه راجب اسلام با عکس العمل شدید دکتر بهشتی روبرو شده بود. نزیه از دوستان قدیمی بازرگان و از اولین های نهضت آزادی بود که بازرگان به عنوان سرپرست شرکت نفت تعیین کرده بود. انتخابی که از همان ابتدا با مخالفت انجمن اسلامی شرکت نفت روبرو شده بود. بازرگان به این انتقادها هیچ توجهی نکرد و دعوا اونقدر بالا گرفت که امام هیئتی رو مأمور رسیدگی به عملکرد مدیریت شرکت نفت کرد. دست آخر آیت الله اشراقی نماینده امام در این هیئت اعلام کرد امام از مدیریت در صنعت نفت بسیار ناراحت هم. نزیه هم در پاسخ آیت الله اشراقی رو به مناظره دعوت کرد و گفت استعفا نمیدهد. این وسط بازرگان هم از نزیه حمایت میکرد و میگفت اگر نزیه برود بهتر است من هم که او را نشناختم بروم. این اصرار بازرگان البته خیلی دوام نیاورد و سه روز بعد از دیدار با امام در پیام رادیو تلویزیونیش اعلام کرد که از این به بعد شرکت ملی نفت وزارت نفت میشه و وزیر جدیدی رو برای اون معرفی کرد. مطلب راجب ترمیمی است که در کابینه پس از مطالعات طولانی مدت گذشته و تغییراتی که صورت گرفته و باید به استحضار و به عرض هموطنانمون و کارمندان برسه. این فکر از پنج ماه پیش حتی در هیئت وزرا مطرح شده بود و خود بندم دنبال بودم که اصلا نفت هم بیاد به صورت یه وزارت کنیدن. اما خب با مسائل و حوادث و موضوعاتی که هر روز پیش میاد و فرصت اصلا مطالعه و اتخاذ تصمیم و جمع کردن حواس نمیده که انسان کار اساسی بکنه به تأخیر افتاد. وزیر نفت آقای مهندس علی اکبر معین‌فر. این تغییرات بدون هماهنگی با شورای انقلاب و امام انجام شده بود و اونا هم مثل بقیه مردم خبر تغییر وزرا رو از رادیو شنیدن. اعتراض شورای انقلاب به این عمل بازرگان و ناهماهنگی‌های دیگه‌ای که از قبل وجود داشت سبب شد تا بازرگان اعلام کنه شورای انقلاب و هیئت دولت در هم ادغام میشن تا از این به بعد هماهنگ‌تر عمل کنن. پنج عضو شورای انقلاب یعنی محمد جواد باهنر، سید علی خامنه‌ای، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد رضا مهدوی کنی و ابوالحسن بنی صدر با حکم بازرگان معاون پنج وزارتخانه شدند. از این بین بنی صدر مخالفت کرد و به وزارت دارایی نرفت و گفت من به این دستگاه
سر سوزنی اعتقاد ندارم. چطور با آن همکاری کنم؟ ادغام شورای انقلاب و هیئت دولت هم از انتقادها کم نکرد. تا اونجا که اوایل آبان ماه تظاهرات بزرگی در مخالفت با دولت در تهران برگزار شد. تظاهر کنندگان به عدم قاطعیت دولت در تصمیم گیری و محافظه‌کاریش انتقاد داشتند. این بزرگترین تظاهرات تهرانی ها در اعتراض به دولت بود. از فردای اون روز دوباره شایعه استعفا قوت گرفت. درست یک هفته بعد از این تظاهرات امام سخنرانی تندی علیه آمریکا کرد که فردای اون روز مردم با راهپیمایی گسترده از این پیام امام استقبال کردند. وقتی مردم هنوز داشتن در تایید سخنرانی امام و محکومیت آمریکا در تهران و شهرهای دیگه راهپیمایی می‌کردند، بازرگان به همراه دکتر یزدی وزیر امور خارجه و دکتر شمران وزیر دفاع برای شرکت در جشن استقلال الجزایر راهی الجزیره می‌شدند. این اولین و آخرین سفر خارجی رسمی نخست وزیر انقلاب بود. سه روز بعد وقتی بازرگان به تهران برگشت، حزب جمهوری اسلامی اعلامیه‌ای منتشر کرد که عنوانش این بود: آقای بازرگان، چرا با برژنسکی ملاقات کردید؟ حوزه علمیه قم هم در اعلامیه تندی دیدار بازرگان رو با هیئت آمریکایی محکوم کرد و زیر سوال برد. فردای اون روز یعنی 13 آبان 400 دانشجو به سفارت آمریکا حمله کردند و بعد از 3 ساعت کنترل همه سفارت رو به دست گرفتند. اونها از مدت‌ها قبل برای گرفتن سفارت آمریکا برنامه ریزی کرده بودند، اما پیام 10 آبان امام و مذاکره دولت با هیئت آمریکایی برنامه اونا رو جلو انداخت و تسریعش کرد. فردای این اتفاق هیئت دولت تشکیل جلسه داد و بعد از یه جلسه طولانی بالاخره تصمیم به استعفا گرفت. صبح 15 آبان بازرگان بعد از 9 ماه پرتلاش استعفاش رو تقدیم امام کرد و در برنامه تلویزیونی اون رو با مردم در میون گذاشت. در واقع دولته که داره این پیام رو از زبان بنده میده. دولتی که ایران بودیم و رفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم. و حالا این مجلس خداحافظی با ملت عزیزمون و هموطنان ایرانی. ما نه بال داشتیم که پرواز بکنیم، نه پیغمبر خدا بودیم که معراج بکنیم، و نه تیل عرض بلد بودیم. همه ماها از شکم مادر بیرون اومدیم و مادرمون از آغوش به زمین ما رو گذاشته و پا به پا یاد داده را رفتن. و در تمام مراحل زندگیمونم